خوش اومدید به پارت 15 ام بازی کارفور سیل. اگه دوست دارید که خیلی زیاد از این بازی واسهتون ویدیو درست کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و لایک رو ببرید بالای 300 تا. بدون معطلی بریم سراغ ادامه بازی. خب آقا، طبق معمول که دوباره آشغال جمع کنی داریم اینجا. خوبه آشغالا رو کم میندازم، ولی در حد یکی دوتا کیسه است که من خیلی به این بیشرف مشکوکم. احساس میکنم هرچی بدبختی من تو این بازی دارم زیر سر همین یارو جدا است که من هر روز دارم بهش کمک میکنم. خب همونطوری که میبینید امروز رو با 360 هزار دلار داریم آغاز میکنیم، ولی هیچی فعلا تو مغازمون نداریم. باید بریم یه ذره ماشین جفت و جور کنیم که ببینم چی کار میتونیم بکنیم دیگه. یه دفعه یه دبل آپ سنگین میتونیم بکنیم، مثلا 350K و بکنیم 700 هزار دلار. و یه نکته خیلی جالب که اضافه شده به بازی اینه که یه جاده جدیدی اضافه کردم. من دقیقا نمیدونم کجاست، یه سری تابلو مابلو اینجا هست البته. ای بابا، دوباره ما اومدیم چند تا حرکت هیجان انگیز بزنیم. شب شد، باید بریم بخوابیم. پس من میرم یه استراحت میکنم، برمیگردم همینجا. بخواب آرام، بخواب آرام که من بیدارم و که من میخوابم و. خب بچه ها، دوباره برگشتیم نیبرهود. امروز یه سری ماشین داریم اینجا، اعم از آودی، یه مدل آودی جدید که دقیقا مدلش نمیدونم چیه، ولی فروشنده این ماشین هم باز استرسیه، نشسته اینجوری داره ای پاهاشو تکون میده. بابا خون سرد باش، ماشین دوزیه مگه؟ یه آودی دیگه هم این طرف داریم، این که آقای وکیله. قیمت ماشین رو گذاشته 36 هزار دلار. من ماشینای این عددی دیگه نمیخوام بخرم. امروز ساعت 11 صبح که میشه تقریبا 4 دقیقه دیگه تو بازی، یه دونه مزایده هم داریم و من میتونم تا اون موقع صبر کنم که بریم سراغ مزایده و با 360 هزار تا بریم همونجا دیگه. من میگم چه کاریه آقا، پس یه کاری میکنیم، من دیگه اینجا پول مولا رو هدر نمیدم. البته که یه ماشین جذاب دارم میبینم اینجا، بذار ببینیم چنده. حالا همجوری شاید یه چیزی حالا خریدیم، 18 هزار دلار. حالا که ما پولمون زیاد شده، چرا قیمت ماشین اومده پایین؟ چرا مف نمیارزه هیچی؟ آجی، راننده های تو این بازی واقعا دارن اعصاب منو خورد میکنن، به شدت روی مغزمن، خیلی بد رانندگی میکنن. یه دفعه میان میکوبن به آدم رد میشن، اصلا با بی شرف آدم داره رد میشه. آقا چیزی دیگه نمونده، هلوهوش 2 دقیقه بازی بیشتر باقی نمونده تا مزایده. چقدر سخت میشه اینو تلفظش کرد، نمیدونم چرا اینجوری شدم. و ما یه کاری باید انجام بدیم آقا، یه ماشین دم دستی من احساس میکنم لازم دارم واسه خودم که همینجوری بشینم پشت فرمونش برم این ور اون ور. این اودیه رو فعلا میخرمش همینجوری برای خودم باشه، یه چک و چونه ای با یارو میزنم چون میخوام برم تا اونجا، ماشین لازم دارم دیگه. ببین قیمتو گذاشته 36 هزار دلار، من میگم 28 هزار دلار بیشتر نمیسلفه این ماشین به نظرم. میدی اگه اوکی که بده ببریم دیگه، نمیدی 30K بده. خب یه 6000 تا تخفیف بده، مزایده میخوام برم، کار دارم اونجا. دمت گرم، مرسی آقا. حالا با این ماشین، به به رخ ماشین رو ببین پسر، ماشین کوروک تا حالا سوار نشده بودیم تو این بازی که اونم شدیم. خب این ماشین زیاد الان برای من مهم نیست خیلی، به خاطر همین بره تو در و دیوار کثیف مسیف بشه و اینا هم خیلی مهم نیست. اینو همینجوری برای تو شهر واسه خودم خریدم، سوارشم باش برم این بر اون بر. حتی اگه یه ذره زمان بیشتری هم داشتم، آقا چرا راه خروج حالا من پیدا نمیکنم؟ چجوری این سگیدونی بریم بیرون؟ اینه صفه، چرا اینجا پمپ بنزینه؟ چه خبره اونجا؟ بریم خودمون رو برسونیم به مزایده، ببینیم چیز جالبی میتونیم پیدا کنیم، چیزی دستگیرمون میشه. کانکس خرابم، خونه هم باید بریم حتما بخریم. خونه یکی از مسائل مهم این بازیه، نمیدونم اینا خونه هایی که میشه بخری همچین جاهایی باید باشه دیگه، دقیقا من نمیدونم کجاست، ولی پیداش میکنیم. جاده جدیدم حتما حالا تو این پارت که برنامه‌مون نیست، ولی اونم پیداش میکنیم و میبینیم. آقا ساعت 10:45 است و فوق العاده به موقع رسیدم من. همینجا ماشین رو پارک میکنیم، یه 300 دلار میدیم به این لاشخور و میریم وارد مزایده میشیم دیگه. من همین ردیف اولام میشینم ببینم چه اتفاقی میفته. یه دونه ماشین آوردن، قیمتش چقدر؟ کو اصلا قیمت ماشینه؟
من مثلا 123 دلار میکشم روش. برمیدارم 123 دلار دیگه. 123 تای دیگه. دشمن من میشد 123 تای دیگه. نمیدونم ماشین چقدر میارزه. 7000 دلار شد. 500 دلار دیگه میکوبیم روش. آقا مال منه ماشین. 500 دلار دیگه. میبرم من این ماشین خونه. 8K شده. بده من. ای بای این ماشینی که برنده شدیم و مال خودم شد. رفت سراغ ماشین بعدی. بریم ببینیم که این یکی ماشین هم میتونیم برنده بشیم یا نه. 18000 دلار قیمتشه. قیمتش همچین پایینی. بذار قیمت‌ها رو بدن یه ذره پول مول بیاد تو داستان. من اون آخر پیشنهاد میدم. یه 377 میزنم رو سرش. همه ماشینایی هم که توی مزایده گذاشتن تا اینجا شاسی بلند به نظر میاد. آقا فکر کنم داره تمام میشه. یه دونه میکشیم روش ببینیم پیگیر شدید داره یا نه. این ماشینم مال خودمون شد. خب ماشین بعدی چیز خیلی جالبی به نظر نمیاد ولی 42000 تا قیمتشه. من احساس میکنم هرچی که پول دارم تو همین مزایده بذارم خوب باشه. قیمت ها تا اینجا به نظرم مناسب بوده، همچین خیلی بالا نبوده. بازم میذاریم روی آخرین پیشنهادی که دادن. یه دونه میکوبم تو سرشون مثلا همین جا دیگه فکر کنم تایم خوبی باشه. کم کم داره نزدیک میشه. مرلین 50000 دلار کرده ماشینو. 51625 دلار و خیلی مشتری داره ماشین. مثل این که ماشین سرپا و تر و تمیزی انگار. تا 54000 دلار قیمتش رفته بالا و همین جوری داره میره بالاتر. هی اومدم که نذارم کسی توی این مزایده ها برنده بشه ولی فکر میکنم که هر چی داریم میریم جلوتر قیمت ماشینا داره بیشتر میشه. دو تا ماشین اولو که من گرفتم مال خودمه. سر ماشین سوم بلوایی به پایه. آقا 60000 دلار کردن قیمت ماشینو. فکر میکنم که دیگه آخرای داستان باید باشه. بس دیگه بابا، یه دفعه 4000 تا میکوبم تو سر همتون. بس کنید دیگه، 64000 تا شد. خیلی دارید میبرید بالا قیمتو. و پیشنهاد خودم 64000 دلار و 290. اینم مال خودم شد. آقا همه ماشینا رو بردی ال پی برده تا اینجا. خب این یکی هم ارزش خرید داره. از 50000 دلار داره شروع میشه. من یه 5K همین اول میزنم ببینم چه اتفاقی میفته. اوه اوه، مثل اینکه مشتری پروپا قرص پاش وایساده. 57000 دلار. کی حالا میخواد این ماشینا رو ببره کاراشو انجام بده؟ قیمت ماشین داره به 60000 دلار نزدیک میشه. آیا میتونیم این ماشینم ورداریم با خودمون ببریم یا نه؟ کی میدونه؟ اصلا معلوم نیست. مثل اینکه سرمایه‌دارای شهر همه جمع شدن اینجا که ماشینا رو بخرم ولی تا اینجای کار که اجازه ندادم هیچ کدوم از ماشینا مال کس دیگه ای بشه. همشون مال خودمه. همه ماشینا رو میبرم. 70000 دلار شد. میارزه اصلا این قیمت؟ نمیدونم واقعا دیگه ارزش خرید داره یا نه ولی میخرمش به خاطر اینکه یه اسمی هم شده اینجا در بوکونی. من هر 4 تا ماشین رو امروز اینجا باید بخرم. 72000 دلار شد. لعنتی ها چیکار دارم میکنم؟ حالا 4000 تا اولش خودم زدم. 1000 تا اینجا میزنیم تو سر مال ببینیم کسی رو دستمون بلند میشه یا نه. این ماشینم مال خودمون شد. XP زیاد و همچنان 157000 دلار دیگه برام باقی مونده. آقا ماشینا رو ببین. ببین چه خبر شده اینجا. هر چی که داشتن رو خریدم خدا وکیلی. خب آقا همونطوری که میبینید من الان 5 تا ماشین دارم و 100% نمیتونم همه این ماشینا رو با هم ببرم دیگه. اینو که میزنیم بره دم در خونه باشه. ماشین اصلی خودم، ماشینی که برای خودم خریده بودم. اینو میزنیم بره توی ریپیر 1، اینو میزنیم بره توی ریپیر 2. یکی از ماشینا احتمالاً باید اینجا بمونه و اشتباهی که کردم اینه که ماشین گرونا رو گذاشتم بمونه. گرونترین ماشینی که داریم تا اینجا اینه. یه مقداری ماشین حالت کلکسیونی هم داره. اینو خودم سوار میشم میبرم. اینم یه کاریش بکنید دیگه، نمیشه هیچ کاریش کرد. باشه که میومد اینو میبرد. حالا میذاریم همینجا باشه، بعدا میایم ورش میداریم دیگه. این ماشینم من خودم میبرم دم آفیس برمیگردم پیشتون. فقط قبلش یه رخ از صدای ماشینم بهتون بدم که ببینید چی جوریه. و همین بغل آقا اصلا خیلی کار سختی نیست. ببین اینا رو اول همین جوری پارکشون میکنم همینجا. خب اون یکی هم پیاده میرم میارم دیگه. مزایده همین بغلمون بود اصلا. خیلی خوب شد اینجوری که من اصلا لوکیشن های بازی رو هنوز درست خیلی دستم نیست به خاطر اینکه خیلی تو مپ بازی نچرخیدیم. اگه دوست دارید که از بازی استریم هم بذارم و با هم دیگه بریم کل جاهای بازی رو ببینیم حتما حتما همین الان ویدیو رو لایک کن و تو کامنت ها برام بنویس. آقا این یکی هم ببریم.
این ماشینم قیمت زیادی داشت و من ترجیح میدادم که اولین ماشینایی که میخوام روشون کار کنم این دوتا ماشین گرون باشن. ببین دوتا ماشین که الان اون تو داریم، خب من اینو میارم پارکش میکنم فعلا دم در اینجا. آقا دیگه انقدر مایه دار شدیم و انقدر سرمون شلوغ شده که باید احساس میکنم کم کم یکی رو استخدام کنیم بیاد یه کارایی برامون انجام بده. هر دوتا ماشین که سالمه، این دوتا ماشین هیچ نیازی به هیچ کاری ندارن، کار خاصی هم روشون اصلا انجام نمیدم، نه رنگ میزنم نه میشورم هیچی، به خاطر اینکه تعداد ماشینا دیگه رفته بالا. دادش وایسا تو رو قربان، وای وای داش میزد دیگه. یه ذره پارک کردن اینا الان تو پارکینگ کار سختی میشه، حتی شاید دیگه به خاطر اینکه سرم خیلی داره شلوغ میشه نرسم ازشون عکس بندازم، همین جوری آگهی کنیم بره. البته عکسو فکر کنم باید بندازی به خاطر اینکه مشتری باید ببینه چی میخواد بیاد بخره دیگه، همجوری رو هوا که نمیاد. خب اولین ماشینو که بردیم میریم سراغ ماشین دوم. عجب ماشینایی هم هستن خدا وکیلی، بوغلادن همشون. من باید 5 تا ماشین فقط داشته باشم، چرا اینجا 4 تا سالن. اینم میذاریم بشم این بغل، یه بچه تصادف کوچولویی هم کردم، میذاره ماشینه مالید ولی اشکالی نداره. خب آقا اینم این یکی ماشین، یه ذره بیاد جلو که تو یه خط باشن با اون یکی. اینم از این. میریم سراغ ماشین بعدی که این ماشین خفنه. آها اون یکی رو گشته بودم اونجا. اینم فکر نمیکنم کار خاصی داشته باشه اصلا، شاید نیازی نداشته باشه به تعمیر و اینا، بذار حالا ببریم اوستای چک بکنه دیگه. بابا همینجوری من میشینم پشت فرمون، خودت استارتو بزن دیگه، بدیم حالا یه نگاه بندازه یهو ایراد میراد نداشته باشه ماشین بعدن داستان بشه. نه اینم هیچ مشکلی نداره، پس میره واسه آگهی شدن بدون رنگ بدون هیچ مشکلی. فکر میکنم که ماشینایی که میارن برای مزایده هیچ کدومشون ایراد میراد ندارن دیگه، همشون سالم سالم باید باشن. تا اینجا که اینجوری بوده، این 3 تا ماشین که مشکلی نداشتن 100% ماشین آخر هم مشکلی نداره. اینم از ماشین سوم. خدا رو شکر تو آفیس که ماشین رو میخوای پارک کنین یه ذره میزنی این بر اونور هیچ اتفاقی نمیفته. خب این از اون 3 تا ماشین، اینم به احتمال خیلی زیاد نیازی اصلا به چک کردن نداره. حاجی اینو میتونم واسه خودم تیون میونش کنم و این خیلی ماشین خفنیه. ولی تا اینجای کار من اون پورشه رو از همه ماشینا بیشتر دوست داشتم. خب بریم سراغ آگهی کردن. اول که طبق معمول همه عکس‌ها رو از توی گالری پاک میکنیم، خب بعد میریم از هر کدوم یه دونه عکس میندازیم. این عکس ماشین اول، این عکس ماشین دوم، اینم عکس ماشین سوم. امیدوارم که فقط موقع آگهی کردم پت نزنم و درست بتونم ماشینا رو آگهی کنم. آقا عکسو نگاه، اصلا هیچی خوده ای از ماشینه معلوم نی. این کارو باید روز بیای انجام بدی، ولی به خاطر اینکه من سرم خیلی دیگه شلوغ شده و وقتشو ندارم، همین الان میخوام قیمت همه ماشینا رو مشخص کنم. اولین ماشین که آودیه، هیچی ولی معلوم نیست اصلا چی به چیه کلا تو عکسا. ماشینو 8500 دلار خریدیم، من میذارم 16000 دلار، دو برابر قیمت خودش. شاید هم حتی عکسش اشتباه باشه، من نمیدونم واقعا. عکس دومم هم همینجوری رندوم شت میذاریم برای این یکی. قیمت ماشین 22000 دلاره، ما میذاریم 39000 دلار. یکی از بچه‌ها تو کامنت ها نوشته بود قیمتو که خیلی پرت میدی، مشتری ها میانو تخفیف خیلی زیادی ازت میخوان. قیمتو که نزدیک بذاری یا همون قیمت میخرن، که کاملا هم داشت درست میگفت، یا اینکه تخفیف خیلی کوچولو میگیرن. آقا اینم ماشین بعدی که 64000 دلار خریدیمش، قیمتشو میذاریم مثلا 115000 دلار فکر کنم خوب باشه دیگه. امیدوارم که مشتری ها فقط خیلی به عکس ها توجه نکنن، چون عکس ها کاملا بی ربطن. و ماشین آخر که مشخص دیگه چیه، اینو عکسشو میتونستم درست انتخاب کنم، یه حالایی از چراغش تو عکس فکر کنم معلوم بود. 75000 دلار خریدیم، من میذارم 130000 دلار. ببینیم سرجم فردا چه اتفاقی برای این ماشینا میفته. خب الان وقتشه که بریم یه استراحت بکنیم، برگردیم اینجا. خب بچه ها رفتیم تخت گرفتیم خوابیدیم، برنده تمام مزایده ها 4 تا ماشین خریدیم اونجا، قیمتاشون هم تقریبا خوب بود. آفیسو باز میکنیم ببینیم امروز چه اتفاقی میفته دیگه. خیلی زیاد کار داریم. این ماشین هم که ماشین خودمه، اینو شاید یه ذره بهش برسم یه مقدار خفنترش کنم، ولی تو این پارت نه، تو این پارت تمرکز برای فروش این 4 تا ماشین خفنمونه. همشون هم خدا وکیلی خوبن، شاید بدی نباشه مثلا این ماشینایی که قیمتشون یه ذره بالاتر بود و یه دستی به سر و روشون میکشیدیم. البته به نظر تمیز میان واقعا،
مثل اینکه خیلی تمیزم نبودم چی، یه لکلوکای روش هست، یه ذره دستی بهش میکشم، فقط یه مقداری همین خاکی که تو مسیر نشست رو ماشین بره فقط. خب آقا دوتا مشتری اومده، برای کدوم ماشین هست؟ این ماشینو 8500 دلار خریدم، گذاشتم 16000 دلار، ایشون میگه 11000 دلار، من میگم 12500 دلار، ببینیم میپذیره یا نه. میخری؟ خب یکم ماشینا رو که دادیم رفت و الانم خیلی نمیخوام روی ماشینایی که قیمتشون پایین بود سود زیادی بکنم. مشتری اومده برای ماشین گرون قیمت 130000 دلاری. ببینم پیشنهادت چیه؟ 70000 دلار. 75 تا خودم خریدم فقط. بابا برو بیرون مسخره بازی. دو تا مشتری دیگه هم اینجا هستن که یه مقدار بد دستن فقط مشتری. وای پسر گیر کردم اینجا دوباره. آخ آخ چه باجی داره میخوره. خب بهتره که اینا رو منم از همون پشت برم باشون صحبت کنم. مثل اینکه اومدن واسه ماشین 39000 دلاری که 22000 دلار خودم خریدم، میگه 28000 دلار، من بهش میگم 34000 دلار، ببینم میپذیره یا نه. فکر کنم قبول کنه، بعید میدونم مشکلی داشته باشه. نه مثل اینکه نمیخره، منم فروشنده نیستم، به هیچ عنوان زیر قیمت نمیدم خیلی. و اما ماشین 115000 دلاری و 75000 دلار میخواد، من خودم 64 کی خریدم، بهت 100000 دلار میدم اگه میخوای. اوه داشتم 10 کی میزدم دوباره، یه تر سنگینو. اینم نمیخواد این قیمت. مثل اینکه بریم سراغ یه مشتری دیگه، چقدر سخت داره میشه فروش اینا. حالا بازم اومدیم سراغ این یکی ماشین. این ماشینه رو نمیدونم چرا انقدر زیر قیمت دارم میخرن. البته که یه نکاتی هم هستیم وسط، یکیش اینه که من اصلا به این ماشینا نرسیدم، کار خیلی خاصی واسه شون انجام ندادم، اینم مثلا نمیخواد بخره ماشینو. ولی خب خدا وکیلی ماشین تمیزه دیگه، انصافا تمیز نیست. الان 130000 دلار شاید نیرزه، ولی 87000 دلار مثلا باز یه ذره قیمت منطقی تریه. ما ببینیم تا 100000 تا میتونیم بیاریمش بالا. حالا اصلا 30 کش هم تخفیف خرید و پولمون شد 270000 دلار، تقریبا پولی که باهاش بازی رو شروع کردیم، یا یه ذره بالا پایین. البته بذار ببینیم این ماشینه رو چند میخره. فکر کنم 367000 دلار داشتم، البته نمیدونم، شما تو کامنت ها برام بنویسید. ماشینو گذاشتیم 39000 دلار، ایشون 34000 دلار میخواد، من میگم که مثلا یه چیزی اون وسط بگیم، میگم 37000 دلار. خب اوکی هم اگه اینقدر برداری دیگه چیزی نیست برای تو دیگه، بردو برو ماشینو. اینم از ماشین یکی مونده به آخر و تنها اینجا یه دونه ماشین برامون مونده. البته اینم باید در نظر بگیریم که من یه ماشینم برای خودم خریدم، یعنی یه 20000 دلاری اونجا مال خودمه. 115000 دلاری رو میگه 80000 دلار، من بهش میگم 100000 دلار. من زیر 100 کی نمیدم اینو، کاش قیمتش اصلا ذره میوردم پایین تر. میخوای 100000 تا هم نمیخوای، 95000 تا پیشنهاد تقریبا آخرمه دیگه، دیگه کمتر از این نمیدم دیگه، شرمندتم، این ماشین رو بهت نمیفروشم. شاید یه ذره این ماشین رسیدگی بیشتری بخواد. یه سری ایرادا هم هست، مثل عکسایی که هم ماشین انداختم، عکسای ترتمیزی نیست، خیلی ماشینا مشخص نیستن. میتونیم روی همین ماشین الان تست کنیم. مثلا ببین امروز هم یه مزایده دیگه هست، ولی ایف که دیگه نمیخوام برم اون سمتی. از اینجا به بعد به احتمال زیاد اگه پولم به 500000 دلار برسه، میخوام فقط برم دیگه توی کار مارکت ماشینای گرون بخرم، بیارم اینجا خیلی گرونتر بفروشم. خب آقا شما آخرین مشتری هستی که اینجا من باش چونه میزنم. امروز خیلی بحث زیاد کردم، مثلا حال و حوصله ندارم دیگه. 73000 دلار میخواد، نه این قیمتم نمیفروشیم. اما یه کاری الان انجام میدم برای اینکه ببینیم تأثیری داره توی روند داستان یا نه. من الان میام این ماشینو از آگهی در میارم، مشتری اصلا میفرستیم بره. خب برمیگردم توی فوتوز، تمام عکسا رو پاک میکنم و سه تا عکس درست حسابی مثلا اگه بشه از این ماشینه دوباره میندازم، به خاطر اینکه تو عکسا هیچ کدوم از ماشینا معلوم نبود. این ماشین یه درش هم رنگ لازم داره، ما رنگرم نزدیم. میتونم هم مثلا این قیمتو نفروشم ماشینو الکی زیر قیمت، ببرم قشنگ درستش کنم بعد بفروشم. ولی الان به خاطر اینکه این ماشینو دیگه گذاشتیم اینجا و کارهای فروششو داریم انجام میدیم، همینجوری ردش میکنم بره. ببین 64000 دلار خریدم،
اول عکساشو آپلود میکنیم، این یه عکس، این دو تا عکس، این سه تا عکس. 64000 دلار خریدم، یه مقدار قیمتش رو احساس میکنم بالا گشته بودم، میذارم 112000 دلار این دفعه. ببینم اگه مشتری بیاد این دفعه مثلا تأثیری توی قیمتش داره یا نه. سری قبلی که مشتری‌ها داشتن میومدن، بالاترین پیشنهادی که دادن 72345780000 دلاری بود دیگه. الان مشتری بیاد معلوم میشه. این ماشینم من کم کم داره ازش خوشم میاد و یه ماشین جالبیه. اگه دوست داشتید که برم این ماشین رو تیونش کنم، کلی حرکت خفن روش بزنم و برای خودم برش دارم، همین الان دوباره ویدیو رو لایک کن و توی کامنت ها برام بنویس. خب آقا ببینیم چی شد، تأثیری داشت یا نه. تو رو قرآن نرو اونجا وایسا دیگه بابا، این همه جا داره این آفیس، انقدر پارکینگ بزرگیه، صافت و بریم اون ور وایسی. 112 گذاشتم، 73000 تا. پس چیزی که تا اینجا داریم متوجه میشیم اینه که خیلی مثلا عکس ماشین توی قیمتی که مشتری ها بهمون پیشنهاد میدن تأثیری نداره. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که به صورت دیلی از این بازی واسهتون ویدیو درست کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، لایک ها بالای 300 تا. خیلی مراقب خودتون باشید، خدا حافظ.